جیل بایدن به عنوان سخنان اول این مراسم با خوشامدگویی به حدود چند صد آمریکایی ایرانی تبار به فارسی عید نوروز را تبریک گفت و بخشای از آهنگ شروین حاجی پور را خواند. Hello, welcome to the White House. An Eid Shoma Mubarak. برای احساس آرامش، برای خورشید پس از این شب‌های طولانی، برای زن زندگی و آزادی، آزادی برای آزادی. بانو اول آمریکا در 65مین دوره از جوایز گرمی امسال جایزه بهترین ترانه تاثیرگذار در تغییرات اجتماعی را به این ترانه تقدیم کرده بود. جیل بایدن در ادامه گفت فرارسیدن نوروز را نمی‌شود بدون گرامی داشت اعتراضات زن محور در ایران را آغاز کرد. Today as the battle cry of women, life, freedom continues to reverberate around the world. امروز در حالی که فریاد نبرد زن زندگی آزادی در سراسر جهان تنین انداز شده، ما نمی توانیم تجدید بهار را بدون فکر کردن به آنها جشن بگیریم. در این سال جدید آنها نیز باید با مهربانی و پشتیبانی احاطه شوند. پس به دختران و زنان ایران می خواهم بگویم آهنگ شما دل ما را خواند. ما مبارزه شما را می بینیم و در کنار شما ایستاده ایم. تو تنها نیستی. شجاعت آنها در همه کسانی که نوروز را جشن می‌گیرند منعکس می‌شود. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا سخنانش را با گرامی داشت زنان و دختران ایران آغاز کرد. آیا این شگفت‌انگیز نیست که دختران یا نوه‌های جوان شما از آن چه در تلویزیون می‌بینند تحت تأثیر قرار می‌گیرند؟ این شگفت‌انگیز است و به خدا باورش براشون سخته. ایالات متحده همچنان در کنار زنان شجاع و همه شهروندان ایران ایستاده است که معتقدم به جهان الهام می‌بخشد و من به ویژه در الهام بخش بودن شجاعتشان که واقعی است تأکید می‌کنم. آمریکا همراه با متحدان خود همواره مقامات ایرانی را مسئول حملات علیه مردمشان می‌داند. رئیس جمهوری آمریکا در این مراسم وعده داد که زندانیان آمریکایی در ایران را هر چه زودتر به خانه برگرداند. همه کسانی که به ناحق در ایران یا هر جای دنیا در بازداشت به سر میبرند بدانند که شما فراموش نشدید و ما از تلاشمان باز نمی ایستیم تا شما را به خانه بازگردانیم. بازگرداندن بازداشتی های غیرقانونی و گروگان های آمریکایی به خانه هایشان اولویت اصلی این دولت است. این مراسم با نوازندگی ستاره صحبا مطلبی و اجرای آهنگ برای شروین حاجی پور به انگلیسی توسط رنا منصور پایان یافت. فرهاد پولادی، صدای آمریکا.